به نام داناترین دانایان، سعید جویزاده هستم. امیدوارم درجه کره خاکی کسی چاد و پیروز و سربلند باشید. یادتون باشه یادگیری هرگز از مد نمیفته و یادتون باشه که همیشه یاد بگیرید که پیروز بشید. با من در ارتباط باشید 0938 225 274 و با وبسایت gisang.org. امیدوارم که ویدیو قبلی مورد پسند شما قرار گرفته باشه. در ادامه آموزش‌های آرتور باکس سوالی از من پرسیدن و اون اینکه چطور من یک فایل شیک فایل رو تبدیل به کایمل یا کایمزد کنم که بتونم در گوگل ارث نمایش بدم. البته در آموزش‌های رایگان من که در رابطه با گوگل ارث میتونید مشاهده کنید 36 قسمت گذاشتم و تا 100 قسمت ادامه داره که بقیه قسمتام پر می‌کنم. میتونید در آپارات من یا در وبلاگ من یا در وبسایت من به اون دسترسی پیدا کنید با سرچ سعید جویزاده در گوگل و اضافه کردن آموزش گوگل ارث. شما میتونید به این صفحه هدایت بشید. خب چطور این فایل شیفا رو تبدیل به گوگل ارث کنم؟ در کانورژن تولز گفتیم که داری آرتور باکس رو از ابتدا به سمت متوسط تا پیشرفته پیش میریم. کانورژن تولز باز میکنم، قسمتی داره به نام تو کایمل، یعنی این فایل شیفا رو تو تبدیل کنیم به کایمل. من باز میکنم، با دو گزینه مواجه میشی، لایر تو کایمل و زمانی که شما یه لایه در اختیار دارید، اگه بیش از یک لایه بود شما سراغ مپ تو کایمل میدید. که حالا من مپ تو کایمل هم میگم که چطور اونو شما تبدیل به کایمل. گفتیم کایمل یا کایمزد فرمت گوگل ارث که ابتدا شرکت کیورد ساخت و بعد شرکت گوگل اون خریداری کرد و حالا تبدیل شده به گوگل ارث انجین، که نوید بسیار خوب بهتون بدم، آموزش گوگل ارث انجین هم در حال تهیه است. با کتابش میتونید اون رو از ما خریداری کنید. خب لایر تو کایمل کلیک میکنم من. اینجا از من چی میخواد؟ یه لایه میخواد، لایه رو اضافه میکنم. یه مسیر خروجی میخواد، من یه مسیر خروجی میدم تو دسکتاپ، اسمش میذارم حالا فارس، سیو میزنم. اینجا همیشه یک عدد ثابت یک رو بدید، بعد اوکی کنید. چی شد؟ یک فایل الان یک فایل کایمل اینجا اضافه شد که من میتونم گوگل رو باز کنم، یه روی همون فایل، روی همین فایل دابل کلیک کنم به صفحه گوگل رو صدایت بشم. وقتی که گوگل رو باز کردید شما میتونید به قسمت فایل برید و بعد قسمت فایل که رفتید برای اوپن کلیک کنید. که البته من منتظرم که گوگل رو باز بشه، فایل اوپن، به قسمت دسکتاپ میرم دوستان خوبم و به اون کلیک میکنم و اونو در مکان مورد نظر میبینم. اگر که در مکان مورد نظر شما قرار نگرفت، لایه ای که در سیستم شما هست احیانا این پایین آنون یونیته و دارای سیستم مختصات نیست، که امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید.